تا یه سالهای اخیر موضوع حضور جنگجیانی از شهروندان کشورهای آسیای میانه در گروه های و دهشت و نقش آنان در واقعات انتحاری و انفجاری مختلف در سرخط خبرها بوده است. در این میان جنگجیان چچنی، قزاقستانی، قرغزستانی، ازبکستانی و تاجیکستانی بیشتر برجسته بودند. که در تازه ترین مورد رد پای یکی از جنگجویان تاجیکستانی در حمله انتحاری در شهر کرمان ایران دال بر این مدعا است. وزارت دفاع طالبان نیز در اواخر سال 2023 اعلام کرد که شمار جنگجویان تاجیکستانی در صفوف داعش خراسان در افغانستان قابل توجه بوده است. دیوید سیدنی معاون پیشین وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که جنگجویان تاجیکستانی در صفوف گروه های افراطی اسلامگرا و دهش افکن به نسبت دهشت از سایر ملیت ها کمتر است اما آنان به لحاظ پیشینه جنگ داخلی در کشورشان عناصر مهم نظامی گروه های دهشت هستند فیصدی تاجیکستانی ها در میان دایش واقعا اندک است اما آنها بخش بزرگی از جنگجویان تهاجمی و موفق هستند و دلیل آن نه صرف به خاطر آن است که بسیار از این پیکارجویان قبل از پیوستن به داعش از ساحات در تاجکستان بودند که در آنجا شاهد جنگ داخلی در گذشته بوده و تجربه جنگ را داشتند بلکه واضح است که آنها به حیث عناصر بسیار مهم بخش نظامی با قابلیت های هم اجرای حملات دهشت افغانی و هم سایر فعالیت های نظامی هستند اندری سرینکو مدیر مرکز مطالعات سیاسی افغانستان در روسیه است او اخیرا مقاله‌ای تحت عنوان تاجیکستانی ها در دام بازی های پیچیده منطقه‌ای و زبانی روسی نشر کرده است او در این تحقیقات خود بدون ذکر نام مشخص از منابع خود ادعا کرده است که صدها باشنده جمهوری های آسیای مرکزی در حال حاضر بر ضد منافع اسرائیل در جنگ هستند سرنکو از قول منابع خود ذکر کرده است که اتباع تاجیکستانی در حملات اخیر بالای مراکز اسرائیلی در آسیای مرکزی مخصوصا در قلمرو قزاقستان اشتراک کرده بودند که این عناصر عملیاتی تقریبا به گفته ای او همهشان تاجیک تبار بودند گروه های مذهبی شامل گروه های جهادی امروزه فعال می شوند بنابراین این افراتی ها از رژیم در کشورشان ناراضی هستند جوانان تاجکستانی مجبور به ترک کشورشان میشوند و به دنبال راه برای یافتن واقعیت هستند که آن را از پروژه های جهادی در آورند. از این رو شمار قابل ملاحظه تاجکستانی هایی که به گروه دولت اسلامی یا داعش، القاعده و طالبان پیوستند و آنها می دانند که جنگجویان تاجکستانی را می تواند در تقریبا هر منازعه جهادی از افغانستان و کشمیر گرفته تا ممکن عراق نیز یافت کرد. اما شیرالی رضاییان تحلیلگر سیاسی تاجیکستانی و نویسنده کتابی در مورد وضعیت افغانستان یک سال قبل و یک سال بعد از طالبان میگوید که استفاده از جنگجویان تاجیکستانی در حملات دهشت با هدف خدشهدار کردن استراتژی تاجیکستان در مبارزه با دهشت از سوی رقیبان در منازعات منطقی است дар бораи изҳороте ки аз ҷониби вазири дифои толибон садо дод мутаассифона ягон далелу мадрак пешкаш нашуд ки то кадом ҳад шаҳрвандони тоҷикистону покистон дар сафи доиш ҳузур доранд вале бинобар мавқее тоибабадвқее тоикитоннибат ба толибо дорад ما تا اندازه استفاده ای ابزاری شدن شهروندان تاجکستان را برای خچدار کردن سیاست ها و راه های رسمی کشورمان را به مشاهده میگنیم. واسیلی نبینزیا نماینده ویژه روسیه در سازمان ملل متحد به تاریخ 20 دسامبر به شورای امنیت آن سازمان گفت که برای از بین بردن تهدید گروه های تروریستی در افغانستان کوشش طالبان کافی نیست. موضوعی که غوث جان باز سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو که حالا مقیم کاناداست نیز به این حمایت طالبان از گروه های دشت اشاره می کند. شک وجود داره که طالب توانسته باشد در دو سال و انده و یک حرکت دولتی در تبدیل شد. تحول بکنه یا گذار بکنه. هرچی بیشتر دیده میشه که طالب از مشبه نظامی بودن خود دست نکشیده طالب مثلا به هیچ صورت خدا جدا ساخته نمیتونه از تی تی پی سفر مولا عبدالرحمن فضل الرحمن که به کابل و قندهار بود این ثابت ساخت که طالب از موزیگیری که دارن در همراه تی تی پی عقب نشینی و معلوم است که چی تی تی پی پاکستان و چی تی تی پی افغانستان یک وجود یک ایدئولوژی یک فکر است مولا یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان در دسامبر سال 2023 گفت که به هیچ فردی اجازه داده نمی شود تا از اراضی افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند اما طبق معلومات سازمان ملل متحد حدود سی تا 60 عضو ارشد شبکه القاعده در قندهار، هلمند، کنر و کابل زندگی می کنند و گروه داعش در افغانستان حدود چهار هزار تا شش هزار جنگجو دارد که در تقریبا سیزده ولایت افغانستان کمپ های آموزشی و پناهگاه امن دارند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا آمریکا، واشنگتن.